آنچه که یک کودک در 5 سال اول زندگیش تجربه میکنه تأثیر زیادی در رشد مغزش داره. در حالی که ژن‌ها نقشه اصلی راه ها رو میکشن، این تجربه ها هستن که ارتباطات نورونی داخل مغز رو برقرار میکنن و باعث به وجود آمدن احساسات، زبان، مهارت های حرکتی، تصورات و خاطرات میشن. اگه یک ناحیه بیشتر تحریک بشه، مسیر نورون‌ها و ارتباطات نورونی اون ناحیه با نواحی دیگه قوی‌تر میشه. این فرایند حرس سیناپسی نامیده میشه. شما میتونین مغزتون رو مثل یک سیاره تصور کنین. مهارت‌های حرکتی کلان شهر، حافظه کوه و تصورات روستا هستن. در گذر زمان شهرهای مشهور بزرگتر میشن و ارتباطات بینشون قوی تر میشه. حالا اگه یک ناحیه هیچ وقت توسعه پیدا نکنه، ممکنه حجم اطلاعات در بخشهای دیگه هم باشته بشه. همین باعث کاهش رشد در سراسر مغز میشه. بعضی از انتقال دهنده های نورونی از کار کردن زیاد خسته میشن، بعضی ها هم ممکنه به بیراهه برن و گم بشن. بتی هارت و تاد رایزلی درباره مواجهه کودکان با زبان مطالعه‌ای رو انجام دادن. به طور متوسط در خانواده‌های معمولی کودکان با 600 واژه در هر ساعت مواجه میشن. بچه‌های خانواده‌های مرفه با حدود 2000 واژه. در سن 3 سالگی این اختلاف به 30 میلیون واژه میرسه. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. بچه‌ها در خانواده‌های آگاه و خوب بازخوردهای مثبتی دریافت میکنن. اونها در مقابل هر 6 واژه تشویق کننده تنها یک واژه سرزنش کننده میشنوند. در حالی که بچه‌های خانواده‌های متوسط دو برابر تشویق سرزنش میشن. این میتونه تأثیری بر همه زندگی اونها بذاره. روانشناس دیوید وایکارد و گروهش در یک کار مطالعاتی در 1963 میلادی به صورت تصادفی 123 کودک خانواده‌های ضعیف رو به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه 2 سال در یک پیشتابستانی برتر با بهترین معلم‌ها آموزش دیدن، کارهای هنری انجام دادن، درباره مشکلات بحث کردند و توجه، احترام و محبت زیادی دریافت کردند. برای گروه دوم زندگی بدون توجه از جانب کسی مطابق معمول پیش رفت. 40 سال بعد این تحقیق با عنوان نتایج توجه در پیش دبستانی پری چاپ شد. در 5 سالگی 67% از بچه‌های گروه اول از بهره هوشی بالای 90 برخوردار و آماده ورود به مدرسه بودند، در حالی که 28% گروه دوم چنین شرایطی داشتند. در 14 سالگی دستاوردهای کلاسی دو گروه تفاوت‌های بسیاری داشت. در 27 سالگی گروه پیش دبستانی برتر تقریبا بیشترشون صاحب خونه بودند و در 40 سالگی پول بیشتری به دست آورده بودند و خیلی کمتر امکان محکومیت به زندان رو داشتند. محققان این پروژه اضافه کردند که 2 سال آموزش پیش دبستانی نه تنها اونها را از نظر هوشی تقویت کرد، بلکه به اونها مهارت‌های اجتماعی شجاعت و استقامت هم اضافه کرد. ویژگی‌هایی که ترکیبشون شهامت رو به وجود آورد و باعث موفقیت اونها در زندگی شد. 15000 دلار سرمایه‌گذاری برای آموزش اون بچه‌ها در پیش دبستانی بعدها از طریق کاهش جرایم منفعت زیادی به جامعه رسوند. بازگشت نهایی این سرمایه‌گذاری برابر 195000 دلار. در سال 2006 میلادی اقتصاددان برنده جایزه نوبل جیمز هکمن چیزی رو انتشار داد که بعدها به منحنی هکمن معروف شد. این منحنی نشون میده که سرمایه گذاری در آموزش در سالهای اولیه بیشترین منافع رو خواهد داشت. دولت‌ها از همون موقع دست به کار شدن. در آلمان پدرها و مادرها حمایت مالی زیادی شدن تا بچه‌هاشون رو بهتر بزرگ کنن. در ژاپن مادرها یا پدرها برای نگهداری کودکان میتونن کل سال رو بدون کار کردن دریافتی حقوق داشته باشن. در فرانسه همه بچه‌ها میتونن رایگان به مهد کودک‌ها برن. اگر شما در مهد کودک‌ها مسئول این بچه‌ها هستین، بدونین که هر دقیقه اضافی که صرف تشویق یک کوچولوی دردسرساز می‌کنین، دارین لطف بزرگی برای همه زندگیش انجام می‌دین. بر اساس یافته‌های دانشگاه میشیگان، یک شام معمولی خانوادگی خیلی بیشتر از گرفتن نمره‌های خوب از انجام تکالیف بر آینده بچه‌ها تأثیر داره.